présente. Elle sera présente à travers deux orateurs. Pour commencer, le représentant du Parti démocratique du Kurdistan, le parti Komala, le parti Party of Iran and Kurdistan, le parti Komala, le docteur Abdullah Mortadi. در واقع از سالها قبل حاکمیت تمامیت خواه ایران
بدین نتیجه رسیده بود که انتخابات حتی در مفهوم بسیار محدود و غیر دموکراتیک آن دیگر بازی بیش از حد خطرناکی است که باید به هر قیمت از آن اجتناب کرد. و سر کار آمدن احمدی نژاد در دوره قبل که آن هم با تقلب انتخاباتی و به کار گرفتن نیروهای سپاه و پاسداران بسیج تامین شده بود، خود به معنای پایان دوره‌ای بود که در آن رقابت‌های انتخاباتی دست کم در میان پایوران خود آن نظام معنایی داشت. اصلاح طلبان دولتی برای همیشه از حضور در حاکمیت رانده شده بودند و تحت هدایت مستقیم شخص آیت الله خامنه‌ای دوره آغاز شده بود که ریاست جمهوری تنها می توانست به فردی از این مافیای نظامی، امنیتی، مالی حاکم تعلق گیرد و تعیین آن هم صرفا در اختیار خود وی بود. اما انتخابات گرچه منفذی بود که جنبش دموکراسی خواهی از درون آن سرباز کرد، اما جنبش در سیر پیشروی خود هرگز به این خواست محدود نماند. خودداری حکومت از بازشماری آراء صندوق‌ها و برخورد بسیار شدید و خشونت‌آمیز با تجمعات مسالمت جویانه مردم، دستگیری هزاران نفر از معترضان، به قتل رساندن ده‌ها نفر از تظاهرات کنندگان مسالمت جو، شکنجه‌های بی‌رحمانه و تجاوز به دختران و پسران زندانی و کشتن بسیاری زیر شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و بالاخره پخش مطالبی از تلویزیون‌های دولتی که مردم کاملاً به دروغ بودن آنها اعتقاد داشتند، هر اعتمادی را که هنوز به نظام جمهوری اسلامی وجود داشت زائل کرد. مردم دیگر نه فقط رئیس جمهور نامحبوب و دروغگو، بلکه خود آیت الله خامنه‌ای و کل سیستم را نیز به زیر سوال بردند. جنبش سبز محدودیت‌های اولیه خود را یکی پس از دیگری در نوردی و شعارهای تظاهر کنندگان به زودی دیکتاتوری و خود ولایت فقیه را آماج گرفت. مفاهیم بنیادی دموکراسی خواهی از قبیل انتخابات واقعا آزاد، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و فعالیت‌های سیاسی، آزادی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی، تغییر سیاست خارجی ماجراجویانه و دشمن تراشانه حاکم بر ایران، عدم دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد، لغو نابرابری‌های جنسی، رفع تبعیضات زبانی، قومی و دینی و نظیر اینها طی یک سال اخیر کاملاً در بخش بزرگی از افکار عمومی ایران پذیرفته و تثبیت شده است. به نظر میرسه که کاروان دموکراسی خواهی که بیش از 100 سال قبل در ایران به حرکت افتاد، گام بزرگ و تعیین کننده‌ای به جلو برداشت است. خواستای این جنبش اکنون دیگر جز با تأمین آزادی‌های سیاسی کامل، جدایی دین از دولت، لغو ولایت فقیه، تغییر قانون اساسی و کوتاه کردن دست مافیای سپاه پاسداران از حکومت قابل تحقق نیست و تحقق اینها نیز معنایی جز تغییر نظام سیاسی استبدادی حاکم ندارد. عملکرد خود رژیم حاکم وی را آماج اصلی جنبش دموکراسی خواهی قرار داده است. اجازه بدهید به نقش مهم زنان نیز اشاره کوتاهی داشته باشم، چرا که بدون آن شناخت جنبش سبز دموکراسی خواهی در واقع ناقص و چه بسا ناممکن خواهد بود. زنان ایرانی نه فقط حضور گسترده‌ای در جنبش داشتند، نه فقط با شهامت خود به آن روحیه بخشیدند و در بسیاری از موارد در نقش رهبران میدانی تظاهرات‌های خیابانی درخشیدند، بلکه باید گفت که جنبش دموکراسی خواهی کنونی ایران بخش بزرگی از روح تکثر و پلورالیسم خود را مدیون حضور زنان و نفوذ گفتمان آنهاست. یکی از صحنه‌های بسیار جالب توجه و موفق مبارزه سیاسی و مدنی در دوره اخیر اعتصاب عمومی تمام عیار مردم کردستان
در اعتراض